هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است و من امروز یک مهمان بسیار محترم دارم، محترم نسیم ارغندیوان از شهر سیدنی استرالیا تشریف آوردن به شهر برزبن و ما فرصت پیدا کردیم که در مورد تاریخ افغانستان با هم صحبت های بسیار خوب داشته باشیم. ما خود محترم ارغندیوال خواهش میکنم بعدن که خود معرفی کنند. طوری که همه ما میدانیم، علاقمندی به تاریخ افغانستان، به دانستن تاریخ افغانستان، تاریخ معاصر و تاریخ قدیم افغانستان روز به روز زیاد شده میره در میان جوانای ما، در میان مردم ما و برداشت های مختلف از تاریخ وجود داره. این برداشت ها بالای نظریات و عقاید سیاسی امروزی بسیاری از هموطنان ما تاثیر انداخته. ما خوشبختانه برای من از موجودیت ارغندیوال صرف در شهر سیدنی با خبر شدیم و اینکه ایشان در تاریخ قدیم کشور ما مطالعات بسیار مفصل دارد. معلومات را که محترم ارغندیوال جمع آوری کردن بسیار در مورد روشنی میپرده و ما امیدوارستم که به ما اندازه که ما به نظرشون علاقه گرفتیم، هموطنان محترم هم به این مسائل برایشون جالب باشه و مطمئن هستم که جالب است و نو است و بسیاری از این نظریات به غنای دانش تاریخی ما میافزاید. محترم ارغندیوال از پانزه حقوق و علوم سیاسی پانزه کابل فارغ شده و مدت باعث عضو کتر علمی پانزه حقوق هم موظف بودند و متعاقب نظر به علاقمندی شخصیشان برای خدمت به وطن در اطراف و اطناف کشور به کارهای اداری مشغول شده، مدتی هم در وزارت امور خارجه به کار مشغول بودند و بالاخره در لیسه حبیبی شهر کابل به وظیفه مقدس معلمی هم پرداختند. با تشکر از مهمان‌نوازی و لطف شما خالدی سید محترم، از اینکه برای ما وقت دادین که کلیگ پای ما رو گوش کردین در هفته هشت ساعت و ایزامت کشیدین و پیشتان با ارزش بود. ما هم در این سالهای مختلف که به تاریخ افغانستان علاقه گرفتیم، اول باید بگویم که چرا علاقه گرفتم. با وجودی که من خب برای شما معلوم که فاکولته حقوق برای اینکه امی بحث ما برای شنوندگان و کسایی که میبینن جالب تر شوه، ما برمیگردم به صحبت اولتان که فهمیدین که کنفرانس در سیدنی شد. دکتر غفور روان فرادی و دیگه استادای ایرانی و متخصصینی که اونجا آمده بودن، مخصوصا چون راجع به ایران باستان بود یا به منطقه که ما زندگی میکنیم در شرق جنوب آسیا و آسیای میانه و ایران، شما صحبت هایی که دکتر غفور روان فرادی کردن زیادتر اشاره میکردن به تاریخ ایران زمین و ایران باستان و ایران کهن و ایران بزرگ به اصطلاح. اینان شما سوال داشتیم، این سوال چی بود؟ همینه بردم میکنم که سوال ما از مقابل استاد ایرانی بود که گپ میزد، اصل جرمنی که راجع به تاریخ ایران گپ میزد. استاد آلمانی؟ نه، استاد ایرانی بود. اول باز به تیز چیز استادی که آلمانی نژاد بود گپ میزد. سوال من این بود که این مناطقی که شما یاد میکنین و سر مناطق کابل و زابل و بلخ و این مناطق یاد میکنن باز میگه ایران قدیم. من گفتم این ایران قدیم یا یعنی منطقه ایست که ما به نام آریانا ایره در تاریخ خود میشناسیم و سرزمین و این نام اول کشور ما بوده. اینجا وضعی که وجابته غفور روان جواب داد ولی کدام تشریح علمی نکرد. چی گفتن؟ بلکه کوتاه گفت که نه، این گپایی که ما آریانا خوانده ایم و این گپا کلش غلط هستی، دقیق نیست.
بله. اینا وقتی که شما موافق نیستین با این گپه ها؟ نه. خب شما چی میگین که ما... من چیزی میگم که برای تان 8 ساعت گپ زنیم او را از اونجا استفاده کنیم. نه خواهش میکنم برای که گپ های باقی مانده این مبنه. آه نه نه خواهش میکنم کمی کوتا راجی برمی آریانه قدیم بگوییم. آریانه قدیم هم خواهد بهتون عرض کردم که در تمدن ویدی در کتاب ریگ ویدا شما به یه شکل میافیم که آریانه ها سرحداتی داشته. بسیار بسیار پیشید که بگیم شما وقتی که میگین تمدن ویدی کدام زمان میگین؟ کدام زمان میگم؟ گفتم زمانی که جان کوبی تا 5000 سال قبل از میلاد ایره تثبیت میکنه و تلک میگن یک ایندو کوره از سوهی 20000 سال یعنی سینه به سینه آمده چیز و بالاخره در 3000 قبل از میلاد ثبت تاریخ شده که آزاله به نام ریگ ویدا ما ایره داریم که ریگ ویدا و ساما ویدا و یاجور ویدا و اتر ویدا که دیروز صحبت کردیم و شما اینا رو شما میفرماییم که بر استناد به تاریخ 5000 سال قبل این سرزمین ها بله. شما میخواین ثابت کنین که بله. منطقه چی نام داشت و مردمش چی نام داشت تمدنش چی نام داشت بفرمایید که دیروز بله امیر خلاصه بگید خلاصیش به این شکل که این سرزمین آریانا مردمش خود آریان میگفت یا گروپ از مردم بودن آریان میگفتن و سرزمین خود آریانا میگفت که حدود معینه داشت و جغرافیا نگارا و تاریخ نویس های یونانی، مصری، ارسطوتونس، پتلموز اینا کل حدودش تعیین کرده شمالش کوههای پاراپامیزاد که هندوکوش و بابا و این سلسله است جنوبش دریای سند، شرقش گلگت و اینا و غربش خطی که میدیا را از فارس جدا میکنه از پارتیا داخل آریانا میشه میدیا خارجش میمونه و کرمان از فارس جدا میکنه یعنی قلبش تا اونجا میرسه این سرزمین به نام آریانا یاد میکنن و باشنده هاش خود آریان میگفتن این جغرافیه که شما فرمودین بله. این در حقیقت کاملا افغانستان امروز احتوا میکنه به جز استثنای تناشمایش میمونه به جز به استثنای ایالت خراسان فعلی که در ایران است این بخش جدا میمانه که بخش پارت تاریخی بود و همچنان ماورانهر از این جدا میشه فارس پارت ها را نه پارت ها و علویده از مردم پارت و میدیا در مهاجرت ها از این سرزمین اون گرفته که این را برتان دیروزم گفتیم به شما سب کردین هست در چیز و به طرف شرق اول در 2000 سال قبل از میلاد رفتم که یک طایفی باورته از سندم تیر شده باشه پیش دیگه با اونجا بریم شما گفتین که این جغرافی که به نام آریانه قدیم بود بره. از جنوب دریای امو نه نه جنوب دریای امو نه از کوه هندوکش از کوه های هندوکش پاراپامیزاد یعنی کوه های بلندتر از مرمان اوقاب منظورم از جنوب هندوکش یعنی کوه جنوب دریای امو همیست که دیمی کوه هندوکش تا به سند و از مکرا از کرمان ایران نه کرمان از چترال از پامیر از اینش میگیریم تا میرد شرقش گلگت و پامیر جنوب پامیر تا چیه؟ خطی که پارتی ها را داخل چیز می سده یا خراسان موجود پارتی های موقت این داخل آریانا بود و میدیا و پاس خارج آریانا بود و در این کتاب ریگ ویدا و همچنان داوستا فارس و میدیا را نمی شناسه هیچ یاد از این نکرده چرا این قبل از این چی شده نمیشته شده سریزیش ما دیروز در اون جای خود گفتیم و یک گروه پیزیاده اینا از منطقه آریانا و ویژه شما از مردم این منطقه صحبت میکنیم؟ از مردم این منطقه صحبت میکنیم از پیشتر نظری بود که از بیری کسپیان و از بیری چیز از قفقاز و قزم و قاز و اینجا این طرف یعنی شمال به این طرف آمده اما در اون وقت هم مهد کریم می آمد که مردم چرا در اونجا گفته که 7 ماه زمستان داشت این منطقه
اون مناطق از نظر جغرافیایی بیشتر قفقاز نمیگم این در این وقتی که میگین اونجا گفتن مردوده در ریگویدا نشته شده نه در ریگویدا نه این دیگه معرفینه که پسان در این کتابایی بیشتر به اون نوشته شده در ریگویدا و اوستا قطعا اجاها را نمیشناسن حالا ما برتان صحبت میکنم و دیروز هم در مچه ها گفتیم اونجا هست کلش هست ریگویدا فقط آریانا ویژه را میشناسن آریانا را میشناسن سرزمین خود و مردم خود بله راجع به سبول به آریایی که بوده دیرز گفته شده برای زیکی تکرار نشد من چی نمی کنم در یک گروپ از اینی آریایی ها از دریای سندیان از سرحد طبیعی آریانا تیر میشه به طرف شهر این در کجا نشته شده در دمی چیز ریگویدا وجود داره بله کلش موجود است کتاباش هم خریدیم پیشم است تمام چیزایی که من در مقدمه خودم براتون دیروزم پریروزم گفتیم که کلش اسنادش تکمیل داریم پیش از آمدن آریایی ها هم اقوام اینجا بودن مثل پاپتا پیش از آریایی ها بله بله پیش از آریایی ها حتی تمدن پیشتر از این به نام پس آریایی ها از کجا آمدن؟ یه از پامیر پایدشن به این مردم پامیر اسطوره است که میگن نفوس جهان از اینجا رفته یعنی به چهار طرف به طرف چین، به طرف تاجکستان موجود و اینا و به طرف افغانستان و تا اروپا باز رفتن که از این خاطر ایره به نام تمدن هند اروپایی میگن که از هند شروع میشه که از بارد تا غرب تا انگلستان و تا اینجا رو میرسه وقتی که ما میخواییم چیز کنیم یعنی به تشریح این موضوع رو صحبت کنیم به کوتاه نمیشه این باید به تفصیل ما بگیم که این گروپ بهارت ها که رفتن با چی چیزا مواجه شدن تمدن از یا چی بود اول خیلی باید ریگویدا رو معرفی کنم فرهنگ از یا رو معرفی کنم عقاید از یا رو معرفی کنم دولت هایی که تشکیل کرده بود بازوا که عکس العمل مقابل از یا نشان میداد جنگ هایشان از اینجا شروع میشه او را گفتیم تنظیم مفصل وجود داره خب شما تقدیم بسر کردیم خب اینجا ما میخواییم که شنوندگان محترم ما و بیننده که میشنوند سخنهای ما شما را به صورت خلاصه بفهمند که شما میگین که بر اساس تاریخ 5000 سال پیش که تاریخ در کتاب ریگویدا که یک سلسله از کتاب ها هست ولی این داخل شده و ای در سالهای بسیار نه اگه تو بگویم بیتر میشه خیلی دیسیب که ریگویدا به چهار قسمت تقسیم میشه که خود ریگویداست که زیادتر جنبه تاریخی داره بله اقوام مناطق جغرافیایی افغانستان همین دریاهای دو طرفه سند که هست دریای کابل کوپا میگفتن کرمو دریای کرم این مومنای دریای کابل از این طرف دریای کنر که راسا گفتن شده بود اینا از این سومیره و دریای سند از سو در پنجاب به نام هپت سنتو یا اف دریا اونجا بود داخل می شد در این مناطق زندگی می کردن اینجا تمدن قبلی هم یاد داشتن یعنی پاکت ها یا پشتن شما راجع به کتاب ریگویدا رو معرفی می کردیم بله اینجا ریگویدا از زمان آریایی های اول که از 20,000 سال قبل نه چهار کتاب خود شما ایش جنبه تاریخی زیادتر داره دو مهدی به سام آویداست که ویدای آهنگ هاست بعد از او یاجور ویداست که ویدای یا دانش ویدا خودش مانای دانش و فهم ویدای قربانی هاست بعد از او عطر میداد که باز در هند زیاد نوشته میشه مبتزل میشه این زیادتر به جادو به چای اوراد و اینا تبدیل میشن مثل که اردین پسان شکلی مذاکره این کتاب یک نفر نشته کرده یا در طول زمان نشته شده؟ در طول زمان نشته شده اما ریگویدا در می 3000 سال قبل از میلاد داخل تاریخ میشه یا نه نمیشتر میشه بسیار خوب پیش از این به قسم اسطوره‌ای بود بسیار خوب اینا اصلا اینه کی کشف کردی کتابه؟ کتاب امیری بیدار در هند کتاب مذهبی از یا شده شما خواهد گوه من اتون دارم که به ساعتا میتونی در این مورد صحبت کنیم برای ما بگوییم که چرا یک افغان یا و یک ایرانی و یک کسی که در تاجیکستان زندگی میکنه در ازبکستان زندگی میکنه در پاکستان امروز چرا علاقه بگیره برای ریگویدا
ریگویدا معروف است چرا نگیره؟ وقتی که شما به تاریختان متوجه میشین گوش کنین، آدی شما میگین که قبل میلاد باده میداد. بله. قبل میلاد چی تو تیم کردن اروپایی؟ بله. یک تاریخی بوده. آها. و یا پدر تاریخ هیرودوت میگیرن در حالی که در قرن 5 قبل میلاد، 6 قبل میلاد از در 480 تقریبا 5 قبل میلاد. بله. و او را پدر تاریخ میگن. بله. در حالی که هست که تاریخ ویدی را نوشته که پدر تاریخ هست که 3000 سال قبل از میلاد نوشته شده. بله. و یوم که سنوات خود گرفتن از اونجا گرفته شده. بله. اگر نگ بگیره مثلا میگیم که در سال 331 اسکندر بوده، این 331 از روی چی یافته بودن پیش از میلاد گرفت؟ بله. من به یه عقیده استم که اصلا اینمی به شکل خاموشش بوده، پس هم که متوجه شدن ما این دو سریزی کار کردن، تاریخ اصلا از اینجا شروع میشه و این تاریخ مشترک افغان ها اروپای تا اروپا را، حتی از هند تا اروپا را، یعنی باره تا شمال هند به خاطر از این تمدن هند و اروپایی میگن. از این خاطر اینجا شروع شد و در این تقریبا نه تنها افغان ها علاقه میگیره بلکه اروپایی ها هم علاقه میگیره. اونه ترجمهش کردم، سرش کتاب ها نمیشته کردم، پیش آمدن بسار کار شده سرید. او را خواهم بگن سب که این زبان اندو اروپایی یا فامیل یا خانواده این زبان های اندو اروپایی برای که کلمات بسیار مشترک بین زبان های سانسکریت، زبان پشتو، زبان دری، زبان زبان های روسی، انگلیسی، مثلا مادر ما مادر میگیم اروپایی ها میگن، پدر ما پدر میگیم و فادر میگن، مثلا همچنان بسیاری کلمات دیگر مشترک است. متوجه شدن که یه باید یک ریشه مشترک داشته باشد. اینال این ریشه مشترک دارن از زبانی آیا یا یک قوم بودن؟ یک نژاد بودن؟ چی بودن؟ یک گروه از مردم بودن. بله. که در او قسمت عمدهش اینمی پنج گروپ آریایی که ما پیشتر نوید گفتیم که پاکت ها، بهالان ها، ویشان ها و ایلین ها که این مردم نورستان هستن که یا تقریبا تمام خواص و ممیزات اصلی آریایی هم وقت تارین بر خود حفظ کرد. نورستان ها. نورستان. بله. و از پامیر که پایان میشین شغنان، واخان، دواز ما بازو طرف تاجیکستان، این طرف مثلا چترال، اون طرف هم باز ایالات و مناطق چیز یعنی چین. بله. اینا ایده به نام لسان پامیری میاد میده. بله. که چند روز پیش از بی بی سی پروگرام بود که من ثبتم کردیم، در اون میگه که ما به لسان چیز یعنی شهنی میخواستیم میخواییم به نام پیر نظر خوش نظر چیز از پامیریز یا پیر نظر پامیری گفته ای استاد فکرت ادبیات پانتومی کابل است. نه، او گفت که ما حروف از پشتو تونستیم که چی لسان شهنی بده اون بگنجانیم که باز کلمات یاد کردم که جه و سه و نفرم چیز. خب شما میخواییم بگویم که زبان شیخنی با الفبای پشتو زیادتر آسان گفته میشه؟ آسان گفته میشه و حتی حروف و گرامرش با هم نزدیک هست. و تنها از شیخنی که نیک از واخانی از چیز از چترالی و از یا این به نام لسان های پامیری یاد کردن. بله. چند لسان در لسان ها بسیار خوب بود. بله. به این مورد سه سال ها قبل هم آقای غبار و آقای کوزاد نشه کردن که مردم این منطقه بله. پشتون و تاجک و یا همه از یک قوم هستن. بله خوب. در نفر همه آجایی هستن. بله خوب. این ریش های مشترک دارن. بدیش های مشترک اینه که تقریبا نژاد نژاد خب من از قلب بله. اگر تو بگیم که نیاکان مشترک بگیم بله بله نیاکان مشترک بگیم یا یک گروه مردم به نام آریایی یاد شده که در اینجا بودن که یا تقریبا بیهی با هم یک جوی زندگی کردن. حتی من قبلا چیت کردم خب گفتم یا نه گفتیم مالا میگم که دولت های پشتونی که در افغانستان آمدن لسان رسمی و علمیشون دری بوده. با. و خود همین لسان دری از کدام جای دیگه نیست، از همین آریایی ها و در همین منطقی چیز ما یک لسان، ما چند لسان در به صورت عموم در افغانستان داریم.
که یک لسان پومیریست که این لسان ها در اونجاست لسان داردیست که اینمی بازه لسان های پشهی و لسان های چی گجوری و اینا در اونگت میشه لسان های دراویدی داریم که نقاط شرقی افغانستان است و همینطور لسان حتی سومی هم داریم چرا یک گروپ عربا کامده بود دبل در چیز شروگر امیال موجود است سکت همه در سالهای اخیر پیدا شده از سرخ کوتل بغلان کتیبه هایی که به زبان تخاری نوشته شده و این کتیبه که خودش به ریشه زبان دری امروز است و این به هزار سال قبل میرسه و این نشان به هزار سال قبل میرسه نشان میده که به سالهای پیش از آمدن اسلام این زبان اینجا وجود داشته زبان دلیل که ما میگیم زبان مادرش زبان تخاریست که در اینجا وجود رو در اینجا رشد کرده و این به این غنا افزوده ببخشید نگه ما خلاصه کنیم بلکه شما مفصل این را بر ما دیل صحبت کردیم و مصحب کردیم ما او رزیدی استفاده میکنیم اینال شما فرمودین که من بعد میگیدیم به اون کنفرانس در سیدنی بود و شما توضیح کردیم که شما موافق نبودیم که این منطقه را ایران بگوین ایران قدیم بگوین و ایران قدیم شما ترجیح میتیم که این را آریانا بگوین فکر چون میگیم که من ترجیح نمیتونم که تاریخ ترجیح میتونم خب تاریخی که و او را مستناد بگیم که اصلا همی کلمه ایران ایر راستگو راستکار هم بسیار خوب در آویستا بله و پیروان آویستا که تقریبا 2000 سال یا 1500 سال بعد تمدن میدیس آویستایی که در زمان درغش یا گرشاز است ای پیروان میشه به نام ایر یا ایران امیان پیروان زردشتی رو میگفت بله اما این کلمه به مو شکل خود مانده بود تا وقتی که در قرن 18 و 19 برای قسمت هند و اروپایی قسمت شرقیش مطالعات خود دانشمندان اروپایی گرفتن گفتی سرزمین چی بگویم؟ بگویم پلات ایران بگویم چرا این پیروان زردشتا به اینجا بودن این خواهد من جغرافی این فلات ایران این خواهد من اصطلاح جغرافی اصطلاح بله این خواهد فرهنگی نیست نه بله اینه قبول کردم که وقتی که ما این فرهنگ این منطقه را مطالعه میکنیم اینی نام جغرافیایی به این منطقه میگذاری بله که فلات ایران بله. این بسیار تازه است یعنی در قرن 18 و 19 به این بله. و نام ایران که برای شما معلوم که در وقت رضا شاه چی شد بله او خود چی شد او خود دیگر جمعی بله. چی شد من این صحبت هایی که ما شما میکنیم فعلا بله. و در امین دیرو قبلا هم که شده این از چند هزار سال قبل است بله. یعنی از قبل تاریخ تا خیلی دوری تاریخی شده خب شما فرمودین که در اوستا ارا که ای اسم ایران از اوستا اشتقاق شده که در او گفته شده ارا بله؟ ایر راستگو راستکار میگن که ما اگر سر زردشتی گر بزنیم که تفصیل کار داره بحث ما سر اوستا نیست ما سر طولا نیست علاقمندی ما ایست که اجازه بدین علاقمندی ما ایست که من شما در سوال میکنم در مورد اسم ایران در وجه تسمیش که شما فرمودین که از کلمه که ایل با ایران شده اینال در ادبیات ساسانی اسم ایران با کشور خود ایران میگفتن ایران شهر بود ایران ایران دیگه داره تفسیر شخص با شما دمی خوش چوری ما میافتیم منظور نیست که در وقت ساسانی ها با ایران که سرزمین ایران فعلی ایران و ایران شهر میگفتن اینال این ارتباطش با آریانا چی هسته؟ بسیار پسان گپ از و در منطقه خود این نامه ماندن این به تفسیر در نوشته هایی که من قبلا به امرویتون در بحث کردیم خب همین نو که میگیم بلا سکرین این من مخصوصا دلیل دارم سوال میکنه خب میخوایم همین توضیح کنی باش نسل نیم خب که شما همین اسم ایران که در ساسانیا میگفتن به کشور خود و این در میگن که اساس اوستایی داره که ایران میگفتن این چه ارتباط داره با آریانا؟ در تاریخ
چون یک زمان بسیار طولانی است، وقتی که شما یک صحبت شروع میکنین، اگر سر شروع میکنین و با آخر میبرین، سلسله بر خود داره. سوالات در بین که میه، در نقاط چیز میه، آدم مجبور بر روی یک مقدمی چنده و صحبت شد. کسی که در تاریخ قدیم افغانستان وارد است و باز در تاریخ موجود دوله میرسانه، مجبور صحبت از یک مقدمه در متن و باز به نتیجه برسه. یک سلسله صحبت هاییست که فعلا وجود دارد در بین مردم آزین یعنی که چیز و چیز ایران توشوی مدیایش کرد ندارم گپای من برای دونا نیست من برای شما گفتم که من درا یا مروریدایی را که جمع کردیم به اختیار شما جوان ها میگذارم که شما از چی رقم یکی از این مروریدا همسه اسم آریانا است شما میگید شما بجازه بتیسه شما بگیم که اسم آریانا یکی از مروریدا یکی از جواهرات بلی. و شما میگین یک جواهر دیگه ایست که ای از کجا آمده ای مردم منطقه این نام منطقه خود آریانا میگفتن و ای در رگویدا موجود است و در رگویدا مردم اینجا آریا میگفتن آریوم میگفتن و ای اسم از اشتقاق کرده اینال وقتی که میگن در وقت ساسانی ها ایران و ایران شهر و ایران زمین گفتن با آریانا که هم ارتباط داره یا ندارم؟ ای خوب گفتم در دور آویستویی که تقریبا یکونیم از آسال بعد است بعد از او چند صد سال تیر میشه باز موضوع ساسانی ها و بازی موضوع ایران ایران شهر و یا سرزمین خود ایران میمونه این بسیار پسان است و این کار از واسوهی به تاریخ ما ارتباط نمیگیره مثلا چرا نمیگیره به تاریخ ما؟ کشور از او نامش از پدر خود دلش که نام خود هر چی مونه ساسانی ها این مناطقی که فعلا ما افغانستان میشناسیم یا زیر استعمار خود داشتن یا زیر قومیت در اون وقت این مناطق جغرافیایی که سیاسی که فعلا با این حدود وجود داره وجود نداشت بله درسته بلکه یک ساحی وسیع که ما پیشتر نام گرفتیم که آریانا بله و ساسانی آخری قسمت آریانا یا غربش که پارت ها بود بله. و بعد از او امی قسمت ساکا کامده که باز ساکستان و سیستان شده به این قسمت ساسان چیز خودت داشتن؟ بله خب مذهب زردشتی را میگذاریم من مناطق جغرافیایی میشهدم میگیم این سر و آخر گپ است اینا را اگه من اونجا برم اول باید چیز فرق میشیم دوتر میشیم از آرانا و اینا شما قسم یعنی سوال شما قسم میگین که اسم آریانا قدیم تر است از اسم ایران بله خود ایران میگن کتابای که اکثر دانشمندان مخواه از کتابای زیادتر که استفاده کردیم برای روی ریگویدا و آوستا و اینا کتابی که ایرانی ها بسیار زحمت کشیدن بسیار آوردن امیال به نام عبدالعظیم رضایی به نام تاریخ ده هزار ساله ایران که نوشته کرده جلد اول از کامل به افغانستان متعلق میگه به مناطق اینجا است که پای اینجا است و حتی داریوش پادشاه اخامنشی کروشنی به بازکمبوج همینه پسان هم داریوش این میگه که من چیز فارس هستم اما آریایی نژاد هستم در کتیبه فارس یا بیستون در اون نمشه کرده اما او را که این ساختن یعنی شما گفتین این روزن ما شما که گفت نمیداریم ولی این خو دانشمندان های ایرانی میگن که این کتیبه کنی ساختگی خب در زمان شاهنشاه ایران و رضا شاهی ها خب رضا ساختگی یا غیر ساختگی با اون 800 تا 12 سال قبل میلاد است که دقیق شما نیست یعنی زندگی زی و بعد از این تمدن زردشتی چیز میکنه و بعد روی کلمه ایران و ایران زمین روی تو گپا میشه خب ما که در آریانا میهیم که پیشتر است این تقریبا 2500 سال قبل از اون است یعنی دو نقطه مختلفه که 2000 و 3000 سال فاصله را گپ کردن و سرش تعریف کردن وقتی جا داریم بسم الله موضوع با وقت نیستیم موضوع ایسا مهم اشاره کردیم این که فرمودین که اسم آریانا و آریا قدیم بسیار قدیمه از 5000 سال به این طرف است که حتی اون خود میدانن در تاریخ نشد تو بعدن و ای که بعدن ساسانی ها کشور خود ایرانی ها میفتن این متأخر است از و ای که آریانا امی منطقه را احتوا میکنه که فعلا افغانستان فعلی یک قسمت زیادش در او است
یعنی شما اعتراض شما بالای دکتر سبروان فرهادی و ای بود که ما چرا اسم استناد نه انتقاد انتقاد گفتم انتقاد شما ای بود که چرا ما اسم تاریخی که آریانا است یا ایران قدیم میگن چرا ما ایران قدیم جاوید هم موافق با من شد باید گفت که مثل ازی باز که کنفرانس میتون باز درسته یا به این خاطر دایت شد پس شما میگین که ما اگر ما میگیم که به گذشته خود رجوع میکنیم بگیم که آریانا با مردم خود رجوع کنیم بگیم که آریایی ها نه ای که بگیم ایران و ایران ایران خود یکی از باز اون طرف از پیروانی زردشتی چه خود ایر و ایران و اینا پسان ساختن به قسمت های شمال و شمالتر به افغانستان و ایران موجود که هم دلیل من ایر بخاطری که واضح کردم بخاطری است که در مباحثات تاریخی فعلی در افغانستان این موضوع بسیار حاد شده و بسیاری ها به ایران و ایران زمین و تا ایران بزرگ اشاره می کنند و بسیار متواتر را اشاره می کنند بنابراین شما می فرمایید که اشاره درست اینیست اشاره درست ایست که ما آریانا بگوییم و آریا بگوییم و آریایی بگوییم یعنی منظور ما این بود از این بحثای ما که چرا طاهریه و صفاریه را آوردیم میخواییم بگوییم که ما بعد از تاریخ بسیار قدیم ما که راجع به اوستا صحبت کردیم استیمان فرنگ عربی میگرفتیم شما سامی بله بعد از معرفی اسلام بعد از آمدن اسلام در این سرزمین ها بعد از این که ما در از سرزمین های فعلی ما زمانه های سلسه های خاندان های حکومت کردن که از این سرزمین ها برخواسته بودن از جمله طاهری ها مثلا کسایی بودن که برخواستن و زبان دری موجوده را بر رسم الخط موجوده را یا رواج دادن انکشاف دادن بعدا سفاری ها یا قبل سفار که در زرنگ یا کنگ که فعلا در افغانستان موجود است در اینجا حکومت میکردن و یا اولین بار شعر به زبان دری در اصل یا گفته شده و یا عمرای مستقل بودن در اینجا خود مستقل میدانستن از خلیفه های بغداد بعد ما میبینیم که غزنوی ها در اینجا میرن که در غزنی زندگی قدرت دارن و یا از غزنی یک امپراتوری بسیار بزرگ میسازن نه در امپراتوری بزرگ از سیاسی میزنن بلکه فرهنگ این سرزمین بسیار انکشاف میتن در اصل غزنوی هاست تمام بزرگترین شعرا و ادبا های سبک خراسانی فیروزه جمع 400 شاعر دیگه اجازه بدین که من میخوام خلاصه کنم زیر آخر صحبت های شماست غزنوی ها این فرهنگ انکشاف میتن سبک خراسانی شعر تمام سرزمین ها از شرق تا غرب انکشاف پیدا میکنه تا هندوستان و تا ایران امروزی در حالی که در وقت در ایران امروزی شعر گفته نمیشد هنوز شعرهای وجود نداشت هیچ یک شاعر معروف ما نداریم که دی اثر در شیراز بوده باشه یا در تبریز بوده باشه یا در اصفهان بوده باشه یا در ری بوده باشه یا در تهران بوده باشه ما تمام این شعرها رو که میبینیم همش در سرزمین فعلی افغانستان بودن یا در ماوراءالنهر بودن که از غزنی داره میشه متعاقب از یا ما میبینیم غزنوی ها رو میبینیم غوری ها رو میبینیم که در اینجا قدلم میکنن غوری ها سرزمین هند میگیرن زبان دری رو میبرن به هندستان و این امرای اقوام پشتون یک جای شمال هند اسلام گسترش میتن در تمام شمال هند انشاف میتن و این چیز شهاب الدین غوری غیاث الدین غوری در هرات عمرای بودن که در هرات زندگی میکردن در هرات بودن همچنان دهلی بودن یک تعداد عمرای از یک برادر در هرات امیر بود یکی در دهلی یا در لاهور امیر بود و این سرزمین ها را اداره میکردن از این سرزمین های فعلی که ما به نام افغانستان میشناسیم بنابراین این قسمی که میبینیم تاریخ ما بسیار تاریخ غنی است که ما تاریخ فعلی ما تاریخ سیاسی فعلی ما استوار است به همین تاریخ غنی قدیم ما که سبب افتخار ماست بسیار تشکر محترم من به یه عقیده هستم که اگر چرا مثل تاریخ قدیم افغانستان یا هویت میگیم از یادتر میخوایم چیز کنم و
و پیشتر گفتم که یک تمدن هندو اروپایی که از هند شروع تا اروپا میره اگر ما در این وقتا موضوع ایران و افغانستان و فارسی و پشتو این گپ ها در اوسو بگذاریم سر از این صحبت کنیم که امی فرهنگ آریایی در آل در ایران هم اونا دانشمنداش اقدر کمک کرده که من در کتاب تاریخ در هزار سال ایران که عبدالعظیم رضایی نوشته کرده اینمی موضوعاتی که ما در اینجا در جهان میگیم او خود شریک میچوره از اینجا رفتن اما طور امی محمود کویه یک کوششگر دیگر ایرانی کتاب ایرون از یادم رفت کوریا نوشته میکنم او میگه که امی سومرون از اینجا رفته از این شما غرب از این منطقه میشنین در اونجا رفته و او صحبی نیستن و اینمی رقم امی چیز پردا بود و همه کسو هستن که در کوشش میکنیم میکنن که ما میکنیم ما شما جمعن که فرهنگ سوچه آریایی رو به جوانان معرفی کنیم از این گپایی چی دیگهش میگذاریم من که در این تاریخ پسانم زیاد علاقه نمیگیرم میشناسیم حکومت های مستقل و چای خوده کلش چندین سال خود سر 50-60 سال من در تاریخ افغانستان کار میکنم اما زیادتر که من در این کتاب های قدیم علاقه گرفتم که در اونجا غیره که ریشه های خواهد پیدا کنیم بله آه بگید تشکر سید شما بسیار 1400 کیلومتر را سفر کردین که امروی رو بسیار خوشحال شما داشتیم تشکر و شما کامل استقبال مقبول کردین و تمام گفتنی ها و یا اندوخته های مرا گرفتین و انتقالش که 1002 این بود که به جوان ها برسه و ایر شما با اوزه گرفتین و از پیشتان ممنون است انشالله که این کار میکنیم خداحافظ شما تشکر از شما بازم بسیار تشکر تشکر بیننده ها و شنوندگان بسیار محترم